سمنک از گندم تیار میشه و ای قبلا از اقل 12-13 روز پیشتر البته گندم اول تر میشه بعد از یک روز که ترکدگی در پتنوس ها اوار میشه و هر روز از این مراقبت صورت میگیره هر روز گندم باید او زده شود تا این که سمنک سبز میشه و ریشه میکنه و در جریان وقت پختنش به اصطلاح میرسه بعد از اینکه سمنک آماده شد و سبز شد البته این یک مراحل بسیار طولانی و مشکل داره به خاطر از اینکه پختن سمنک کار بسیار ساده و آسان نیست اولا امی سبزه یا سبزی یا گندم از ماشین کشیده میشه بعد از اینکه از ماشین کشیده شد این شیره کشی میشه البته شیری از این کشیده میشه در ظرفا انداخته میشه و شیری از این به دست میآید بعد از اینکه شیره از این کشیده شد از رو همراه شیره آرد مخلوط میشه و بعد از او سمنک آماده آتش به اصطلاح زیرش روشن میشه و از صبح تا دیگر یا حتی از سر شب تا صبح دوام میکنه ای آتش شده میره تا ای که سمنک خوب به قیام برسه و شیرین شد و پخته شد سمنک یکی از انانات بسیار پسندیده مردم افغانستان است و هید به دو مقصد تیه میشه یکی است که مردم ایره به حساب نظر تیه میکنن و اونا نظر به حساب نظر ایره پخته میکنن و یک قسم دیگه از این که به حساب یک میله است که مردم به خاطر که وقتشان خوش تیر شوه یا یک تفریح داشته باشن این میله را راه اندازی میکنن مردم دوستای خود میخواین و میله میگیرن و سمنک پخته میکنن یعنی دو هدف اساسی که یکی به حساب نظر است و دیگه یکی که به حساب میله و یک انانی مردم افغانستان و تمام مردم از افغانستان ولول سال نو از صمیم قلب تبریک و تنیت در ایام نوروز معمولا خانواده ها نظر سمنک و افمیوه های گپا دارن که ما امروز قسمی که شما میبینین ریاست توسعه اقتصاد هم از جایی که یک نمایشگاهی داریم ما به افتتاح نمایشگاه خود اخمیوه را هم در نظر گرفتیم چون یک چیز خاص است که خاص بر نوروز این میوه تهیه میشه تجلیل از جشن بهار در فرهنگ و عنانات ما از قدیم رسم و رواج‌های فراوان داشته است. از میله بهاری تا خانه تکانی، از تهیه میوه‌های هفت‌سین تا هفت‌شین، از نذرها تا سمنک‌ها.